سلام عزیزان خوب خوش آمدین به قسمت چهارم بحث هفتگی دانشگاه بیتوپیا امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و خوش و سلامت باشین در این قسمت دوست دارم به شما نشون بدم که با سیستم های غیر مرکزی چطوری میتونین باش کار کنین و پول به دست بیارین سیستم های غیر مرکزی خیلی جالبن برای اینکه مثلا اگه مقایسهشون کنیم با سیستم های پشت فیسبوک خیلیاتون با فیسبوک کار کردین، با اینستاگرام کار کردین، با توییتر کار کردین و این سازمان ها قدرتشون رو از مردم میگیرن این چیزی است که میتونیم هممون ببینیم یعنی اینکه بدون مردم بدونی که مردم برن مقاله رو اونجا بنویسن یا پخش کنن به بقیه یا استفاده کنن این سازمان ها هیچ قدرتی تنهایی ندارن بیشتر قدرتشون از دست مردم به دست میارن برای همین خیلی باید یک روشی داشته باشن که بتونن برای این ساختن و نگه داشتن این سازمان ها پول در بیارن برای همین چیزهای سازمان هایی که مثل فیسبوک یا اینستاگرام در آن تبلیغ هست یا چیزهایی هست که اجازه میدن بقیه اون اپلیکیشن ها رو استفاده کنن و مثلا تبلیغ داشته باشن برای اونایی که این برنامه رو استفاده میکنن برای همین خیلی چیزا در اون هست که درست نیست مثلا کارایی که در این برنامه انجام میشه یا حرفایی که مردم میزنن عکسایی که هست اینا خیلی چیزای خصوصی است ولی خیلی وقتا این برنامه ها یا سازمان ها این عکس ها را یا چیزایی که مردم نوشتن مقاله هایی که نوشتندن استفاده میکنن و میفروشن به شرکت هایی که در تبلیغ یا این چیزها کار میکنن ولی گیر مردم هیچی نمیاد فقط تنها چیزی که دست مردم میاد برنامه هست که میتونن استفاده کنن و همین تکنولوژی های مثل بیت کوین تکنولوژی که پشت بیت کوین است بهش میگن غیر مرکزی این هدف رو عوض کرد که یعنی اگر شما دارین این برنامه رو استفاده میکنین و شما هستین که مقاله ها رو مینوستین و شما هستین که قدرت رو به سازمان دارین میدین یه چیزی هم بعد دست شما ها برسه مثلا سیستم بیت کوین اگه مثلا چیزای کامپیوتری رو دارین میتونین بهش میگن ماین کنین یعنی بیت کوین رو به دست بیارین این خودش بهتون انگار یه هدیه برای کاری که کردین که این نتورک رو نگه دارین و قوی نگه دارین یک کم بیت کوین بهتون میرسه اگه مثلا سیستمتون قوی باشه و بتونین بیت کوین رو ماین کنین ولی یه چیزای قدیمی الان مثلا خیلی سیستم های بزرگی نیاز هست که بتونین بیت کوین رو ماین کنین ولی این دوست داشتم اینو مثلا بهتون توضیح بدم که بفهمین همون سیستم رو میتونیم ما ورداریم و با جایی که بگیم مثلا سیستم های کامپیوتری رو داشته باشی و بیت کوین رو ماین کنی میتونیم بگیم بجاش مقاله بنویسیم و اینو تقسیم کنیم به مردم یا پخشش کنیم به مردم یا یه مقاله رو بخونیم خب بعد دوست دارم یه چند تا برنامه ها رو نشونتون بدم که چطوری میتونین هر جای دنیا باشین مقاله بنویسین یا بخونین یا پخشش کنین به بقیه و این کار بتونه برای شما یک پولی به دست بیاره در فرمت یعنی در یعنی پولی که به دست میارین خودش هم دیجیتال کارنسی است یعنی پول دیسنتلایز غیر مرکزی است و هم خودش خیلی چیز جالبیه و بعد از هم نشونتون میدم کجا در دنیا میتونین این رو خرج کنین و استفاده کنین یا اگر مقاضی هم داشته باشین یا جایی داشته باشین که شما پولهای هم پول های مثل بیت کوین یا ایتریوم قبول دارین میتونین جاتون رو روی این وبسایت به بقیه نشون بدین خب وبسایت ما خود بیتوپیا دانشگاه بیتوپیا اولین دانشگاهی است که در دنیا سیستم های غیر مرکزی رو استفاده کرده و هدفش اینه که علم ها هم باز کنه که هر کی از هر جای دنیا باشه بتونه چیزهای مختلفی که ما توضیح میدیم یا درس میدیم بتونن ببینن میتونن مثلا یه چیزی در یک درس رو ببینن بازش کنن و چیزی شو باید عوض بشه برای همین علم همیشه تازه ترین خواهد ماند این بیتوپیا دانشگاه بیتوپیا وبسایتش بیتوپیا نقطه ارگ هست میتونین در اونجا شبکه های مختلف را پیدا کنین اگه دوست دارین با این دانشگاه درس بخونین میتونین یه پیغام از سیستم یا از گروه تلگرامی بفرستین و میتونیم در تماس بمونیم اگه دوست دارین کمک کنین وبسایت رو به فارسی ترجمه کنین یا علمهایی هست که دوست دارین به مردم درس بدین چه باشه مثلا آشپزی ایرانی یا تا هر حدی که میتوانین میتونین اینها هم در دانشگاه بیتوپیا درس بدین و سیستم پشتش خیلی جالب است و یواش یواش بهتون اون را بیشتر توضیح میدم در ویدیوهای بعدا خیلی خوب شروع کنیم اگه جای هستین که یوتیوب به دست آوردنش یا کار کردن باش سخته یه گروپ اینستاگرام به من داده بودن یکی از دوستان خیلی خوب و میتونین اونجا ویدیوهای ما را پیدا کنید هنوز هیچ کدامش رو روی اون چنل ها یا کانال ها پخش نشده ولی میرسیم اون شبکه بیتوپیا اندسکو پارس هست و خیلی خوشحال میشم که با همدیگه بتونیم روی این حرف ها و ویدیو ها بیشتر صحبت کنیم و پخش کنیم یکی از این برنامه ها پروژه که گفتم مثلا برای شما که هر جای دنیا باشین بتونین یه, چیز یه نویسنده هستین یا دوست دارین یه چیزی رو بنویسین یا پخش کنین یا بخونین این بهتون یکم پول دست میاره مثلا این یک یکی از دوستان ما در گروپ دانشگاه بیتوپیا نوشته بود و زیرش میتونیم ببینیم که 5 دلار و 92 سنت دلار آمریکایی به دست آورده به خاطری که این رو نوشته مردم خوششون اومدن بهشون توی انگلیسی میگن تیپ یعنی مثلا میری یه رستوران کارشون درست بوده غیر از پول غذا روش یک کم تیپ با هم دیگه با پول روی پول اضافه میکنیم و این سیستم رو مثلا یکی این مقاله رو خونده و خوشش آمده و تا امروز که شده یک حدود یک هفته از روزی که نوشته شده 5 دلار 92 سنت به دست آورده و این خیلی عالیه مثلا بستگی دارین کجای دنیا باشین در چه کشوری باشین این چیز خیلی باحالیه و میتونه خیلی مردم رو کمک کنه و غیر از که نوشتنش خواندنش هم میتونه پول به دست بیاره و پخش کردنش به مردم های دیگه میتونه پول به دست بیاره این یه سیستم هایی است که بیت کوین شروع کرده یعنی چرا مردم برای کارهایی که در روز به روز انجام میدن یه چیزی به دست نیارن و این خیلی حرف مهمی است و مطمئنم که وقتی این به جای بیشتر مردم به دست بیارن و بتونن متوجه بشن که این سیستم ها چطوری کار میکنه و چرا اینقدر قویان خیلی خوشحال میشن و هیجان زده میشن من که خودم خیلی دوست دارم این سیستم ها را برای اینکه غیر مرکزی هن و به مردم خیلی میتونه کمک کنه که کارهایی که اونایی که کار ندارن میتونن مثلا این سیستم رو استفاده کنن و یه پولی به دست بیارن خیلی خوب این یک این یک برنامه ای است وبسایتش هم پابلش 0x هست و لینکش هم بعدا شیر میکنم با ویدیو که بتونین بیشتر دربارش یاد بگیرین که چطوری کار میکنه چطوری مردم با این میتونن پول در بیارن و سیستم پشتش چرا جالبه ولی غیر از این خیلی سیستم های دیگه ای هم هست خیلی سیستم های دیگه ای هم هست که مثلا برای ت... مثلا یه, یه ویدیوی تبلیغی نگاه کنین میتونین یه کم پول به دست بیارین یا مثلا خیلی چیزای مختلفی هست که اینطوری استفاده شده و میتونین با استفاده کردن این برنامه ها یک پول کم ولی هنوز پول به دست بیارین اون هم دیگه تا حد خودتونه چقدر استفالش کنین چقدر انرژی بذارین توش خب اگه بیشتر دوست دارین یاد بگیرین این, این چیزهایی است که ما در دانشگاه بیتروپیا در یکی از قسمت درسیمون توضیح میدیم و به مردم درس میدیم اگه خودتون هم ایدیایی دارین که این رو چطوری برای مثلا سازمان خود یا ایدیای خود استفاده بشه میتونیم با هم دیگه کار کنیم و میتونم بهتون توضیح بدم که این را چطوری شروع کنیم خب مثلا برگردیم به این دوست ما که 592 سنت به دست آورده شاید بعضیاتون یه سوالی داشته باشین که خب اینو که من به دست آوردم و چطوری میتونم خرجش کنم این سال خیلی مهمیه و حتما بعد جواب داد وقتی این پول رو به دست میارین بستگی داره مثلا اون کسی که بهتون تیپ رو داده یعنی پول اضافه رو بهتون داده مثلا مقاله رو خونده و خوشش رو اومده بستگی داره مثلا در چه دیجیتال کارنسی یا پول دیجیتالی این اینو بهتون فرستاده باشه غیر از بیت کوین هزار بیشتر از هزار تا پول های غیر مرکزی وجود دارد برای همین کم سخته بفهمین مثلا هر کدومش چه استفاده ای داره ولی بعد یاد بگیریم یواش یواش شاید بعضی برای یک نفر جالب تر از یه چیزایی دیگه برای یک نفر دیگه باشه بستگی داره به چیزایی که خودتون دوست دارید ولی اینجا میتونیم ببینیم پولهای مختلفی که استفاده شده که به این آدم یکم کم پول بیشتر به دست بیاد یکی از دو تا وبسایت هست که خیلی دوست دارم نشونتون بدم یکیش از کوین مپ نقطه اورگ. این وبسایت بهتون نشون میده در در هر جای دنیا کجاها بیشتر بیت کوین استفاده میشه مثلا در مغازه رستوران کافه اینطوری و چیز خیلی جالبیه مثلا میتونی بریم تو اروپا خیلی استفاده میشه خیلی جا میتونین استفاده کرد یه آمریکا یا آمریکای جنوبی یا شمال و دور دنیا آسیا یکم کمتره به خاطر حکومت هایی که اونجا هستن یکم سخترن با بیت کوین ولی بالاخره میشه دید مثلا بریم در ایران میتونیم توی شیراز ببینیم یه مغازه هست که میتونین بیت کوین یا بسیگ داره چی قبول میکنن یعنی میتونین تلفن بزنین و بپرسین اه, که هست میتونین اونجا استفاده کنیم. یه جای دیگه هم هست مثلا مجموعه ورزشی فرهنگ اونجا هم این آدم یا انسان یا دوست خوب بیت کوین یا چیزهای دیگر رو قبول کرده و میتونیم جای دنیا رو همینطوری بریم ببینیم مثلا مغازه هست یا چه چیزهای مختلفی هست میتونیم در اون کشورها یا جایی که هستیم و با استفاده این وبسایت ببینیم کجا میتونیم خرجش کنیم و کجا قبول میکنه و چیز جالبیه مثلا خیلی وقتی مثلا نقشه اروپا رو میبینن که چقدر جای مختلف میتونین استفاده کنین براشون جالبه برای که نمیدونستن و برای خودم چیز خیلی مهمیه که ببینم مثلا یه کشور جدیدی میرم یا یه جای جدیدی میرم این, من خودم دوست دارم چک کنم برای که من دوست دارم با پول های غیر مرکزی برای خرج استفاده کنم برای همین دوست دارم یه رستوران یا کفه ای که قبول میکنه و پیدا کنم و حتی اگه 20 دقیقه یا نیم ساعت دورتر از جایی که دورم هست باشه هنوز میرم برای که دوست دارم این پول را در همون طوری که به دستم آوردم خرج کنم این یکی از یکی دیگه هم که هست توی هلند هست و بهش میگن شهر بیت کوین برای که خیلی جای مختلف هست که میتونی اونجا اسم شهر آنهمه یعنی یکی از شهرهای هلنده خیلی جای مختلف هست که میتونین هم خرج کنین هم برای مثلا رستوران کافه یا مثلا چیزای روز به روز و چیز با, با جالبیه برای که مثلا بریم پایین میبینیم مثلا شرکتی نبوده سه نفر بودن در آن شهر زندگی میکردن سه چهار نفر و رفتن از مغازه به مغازه رستوران به رستوران کافه تا کافه و توضیح دادن بیت کوین چیه بعد کمکشون کردن که بتونن این مغازه بیت کوین در آن مغازه خرج بشه یا قبول بشه و چیز خیلی باحالیه و منم خودم خیلی خوشم میاد و نشون میده که مثلا این وقتی یه چیز غیر مرکزیه داره به آدمایی که استفادهش میکنن مثلا این شرکتی نبوده با تیم برن میدونه اینطوری نبوده یه آدمی بوده تو از شهر زندگی میکرده و از رو میشناخته توضیح داده بیت کوین چیه کمکشون کرده قبول کنن و یواش یواش این شده حدود صد خورده ای جای مختلف که قبول کردن و اگه شما هم جایی هستین دوست دارین قبول کنین این هم بازی چیزایی هست که دانشگاه بیتوپیا با سرویس های دیگه که هست میتونه کمکتون کنه و میتونه این توضیح بدیم که چطوری کار میکنه چطوری امنیتش رو نگه داشته باشیم و آسون تر بشه براتون و اگه دوست دارین درباره این چیزها بیشتر یاد بگیرین گروپمون اونجا هست که اول ویدیو نشونتون دادم و چیز خیلی آسونی هم هست اگه دوست دارین بیشتر یاد بگیرین وبسایتمون هست و شبکه های مختلف که میتونین با ما تماس بگیرین خیلی ممنون و در ویدیوهای بعدی دوست دارم بهتون نشون بدم که اگه وبسایتی دارین که مثلا مغازه دیجیتالی یا وب آنلاین هست چطوری میتونین بیت کوین رو قبول کنین و در جای مختلف یا مثلا چیز آنلاینی هم نباشه در مغازه خود در دور دنیا بتونین همچین کاری کنین که شما هم بتونین روی این وبسایت بستگی داره به در کجای دنیا هستین خودتان را ضبط کنین و مردم بتونن شما را پیدا کنن خیلی ممنون امیدوارم که روزی خوبی داشته باشین و تا بعد خداحافظ